سلام به همراهان سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. رضا خدایری هستم و تو این ویدیو میخوایم در مورد وام در استرالیا صحبت کنیم. باید بدونید در حالت کلی در استرالیا میتونیم وام ها رو به دو دسته کلی وام های شخصی یا consumer loans و وام های بیزینسی یا commercial loans تقسیم بکنیم. تفاوت این دو دسته وام بسیار مهمه. معمولاً وام های شخصی بهره های کمتری دارند و وام های بیزینسی بهره های بیشتری دارند. علت اونم اینه که وام دهنده یا همون بانک میخواد در قسمتی از سودی که شما از بیزینس یا کسب و کارتون به دست میارید شریک باشه. به همین علت میزان بهره وام های کامرشیال بالاتر از وام های شخصیه. توی این ویدیو میخواییم در مورد وام های شخصی به خصوص وام مسکن صحبت بکنیم. وام خرید مسکن یکی از مهمترین وام هاییه که همه مهاجرین و تازه واردان به کشور استرالیا براشون مهمه که بدونن شرایطش به چه ترتیبه. باید بدونید برخلاف ایران در استرالیا متقاضیان دریافت وام به صورت مستقیم به بانک ها مراجعه نمی کنند، بلکه به کارشناسان وام مراجعه می کنند. کارشناسان وام یا مورگج بروکرها کسانی هستند که با بانک های مختلف در ارتباطند و انواع برنامه ها و پلن های وام رو در بانک های مختلف زیر نظر دارند. این افراد به صورت مشاور به متقاضیان در مورد وام ها اطلاعات دقیق می دند و همچنین بررسی اولیه مدارک و شرایط متقاضیان رو هم انجام میدن. جالبه بدونید برای دریافت یک وام در استرالیا شما باید لیست هزینه های 6 ماه گذشته خودتون رو ارائه بکنید. این هزینه ها نشون دهنده سبک زندگی شماست و با توجه به درآمدتون میزان توانایی شما رو برای دریافت وام و بازپرداخت اقساط نشون میده. کارشناسان وام بعد از بررسی مدارک مربوط به هزینه های شما در 6 ماه گذشته و درآمد های شما پیشنهاد اولیه رو به بانک ارائه می کنن و از بانک پری اپرووال دریافت می کنند. پری اپرووال یا موافقت اولیه نشون دهنده اینه که بانک در قدم اول با شرایط کلی شما موافقت کرده و میتونین پروسه دریافت وام رو پیش ببرید. بعد از دریافت موافقت اولیه مدارک تکمیلی به بانک ارائه میشه و بعد از اینکه بانک با شرایط شما کاملا موافقت کرد، اپرووال نهایی یا موافقت کلی صادر میشه. باید بدونید قبل از اینکه شما وام مسکن رو دریافت بکنید، کارشناسان بانک ملکی رو که مد نظر دارید بررسی میکنند و کلیه هزینه هایی که در این ملک وجود داره رو بررسی میکنند. وظیفه این کارشناسان حصول اطمینان از مناسب بودن قیمت ملک شماست. بعد از دریافت اپرووال نهایی وام به شما تخصیص پیدا میکنه و شما میتونید با حضور وکلاتون خرید ملک رو انجام بدید. لازمه بدونید که وام مسکن بهره های متفاوتی داره. در بعد از شرایط کرونا دولت استرالیا میزان بهره وام های مسکن رو به 1.3% در سال کاهش داده که عدد بسیار بسیار مناسبیه. در خصوص بازپرداخت وام باید بدونید که شرایط مختلفی برای بازپرداخت وجود داره که شما میتونید از اونها شرایط مناسبی برای خودتون رو انتخاب بکنید. البته شاید لازم باشه بدونید که میزان بهره‌ای که وام شما داره با توجه به نوع بازپرداخت شما میتونه تغییر بکنه. بیشترین حالتهایی که مورد استفاده قرار میگیره حالتیه که شما اصل و بهره وام رو همزمان با هم پرداخت میکنید. این حالت نوعیه که مورد پذیرش بانکه و بانک برای این سیستم بازپرداخت معمولاً بهره های کمتری در نظر میگیره. نوع دیگری از بازپرداخت به این ترتیبه که شما انتخاب میکنید تا اول بهره بانکی رو پرداخت بکنید و بعد اصل سرمایه‌ای که بانک در اختیار شما گذاشته رو بدید. باید بدونید توی این حالت، یعنی در حالتی که شما اینترست اونلی دارید پرداخت میکنید، زمانی که شما برای بازپرداخت بهره در نظر میگیرید معمولاً محدود به 5 ساله. در این حالت با توجه به اینکه اصل سرمایه بانک بعد از این دوره 5 ساله بازپرداخت میشه، معمولاً نرخ بهره برای شما کمی بالاتر خواهد بود.
نکته جالب دیگری که باید بدونید اینه که تو استرالیا میتونید برای باز پرداخت وام‌های خودتون دو تا طرح کلی رو انتخاب بکنید. در یک حالت که به اون فیکس اینترست گفته میشه، میزان بهره بانکی که شما پرداخت میکنید در تمام طول دوره باز پرداخت یکسان و ثابته. ولی در حالت دیگر که وریبل بهش گفته میشه، حالتیه که با توجه به شرایط روز اقتصاد و با توجه به شرایط روز بهره بانکی، میزان بهره‌ای که شما پرداخت میکنید هم تغییر میکنه. به طور مثال اگر تحت شرایط خاصی میزان بهره بانکی در استرالیا بالا بره، بهره بانکی که شما هم پرداخت میکنید برای وامی که در گذشته گرفتید بالا خواهد رفت، و یا اگر این بهره پایین بیاد، در اون صورت میزان بهره‌ای که شما پرداخت میکنید هم کاهش پیدا میکنه. معمولاً وقتی که میزان بهره بانکی پایینه، حالت ثابت بیشتر توصیه میشه. برای مثال به دوره‌ای که الان در اون قرار داریم میتونیم اشاره بکنیم. با توجه به اینکه بعد از شرایط کرونا میزان بهره بانکی برای وام‌های مسکن به 1.3% کاهش پیدا کرده، انتخاب میزان بهره فیکس برای دوره بازپرداخت به نظر انتخاب عاقلانه‌ای میاد. در دوره بازپرداخت وامتون شما میتونید شرایط بازپرداخت رو باز هم تغییر بدید. به طور مثال در دوره بازپرداخت وام اگر متوجه بشید بانکی داره وامی مشابه وام شما رو با شرایطی بهتر و بهره پایین‌تر ارائه میکنه، میتونید درخواست ریفایننس بدید. ریفایننس کردن در حالت کلی یعنی اینکه شما پروسه پری اپرووال و اپرووال رو یک بار دیگه در بانکی که بهره پایین‌تری میده طی میکنید و درخواست میکنید که وام شما به اون بانک انتقال پیدا بکنه. تو این حالت بانک مقصد وام شما رو با بانک مبدا تسویه میکنه و خودش مجدد به شما همون وام رو اختصاص میده. این کار برای بسیاری از متقاضیان وام خیلی سودآوره، چرا که میتونند از شرایط روز با بهره کمتر ادامه وام خودشون رو پرداخت بکنند. دوستان عزیز، در این ویدیو به اختصار به بخشی از وام‌ها در استرالیا اشاره کردیم و اونها رو با هم بررسی کردیم. ویدیوی دیگری هم برای شما آماده کردیم که در اون به ادامه این بحث میپردازیم. در صورتی که به اطلاعات بیشتری احتیاج دارید، حتماً به وبسایت ما به نشانی persianmigrant.com سر بزنید و از اطلاعات مفصلی که اونجا فراهم شده استفاده بکنید. برای دریافت مشاوره هم حتماً با من و همکارانم در Persian Migrant تماس بگیرید. با ما همراه باشید، چون تا پایان مسیر در کنار شما هستیم.